کرونا این روزها در تهران دیگه بیش از حد داره عادی میشه. انگار نه انگار که حتی یک فوتی هم خیلی زیاده. بیش از اندازه عادی گرفتیم، بیش از اندازه رها کردیم اصلا. من فکر میکنم بزرگترین اشتباهی که شده محدودیت‌ها رو برداشتن. یعنی اگه محدودیت‌ها ادامه داشته، چون مردم عادت کرده بودن به این قضیه و قبول کرده بودن تا حدودی. یه مقدار که میاد پایین دلیل برای نمیشه که سری همه جا باز بشه. خب سری همه جا باز میشه، خب شتاب زده دوباره میره از اون عدد قبلی دوباره بالاتر. الان عید من خودم کاسبم، خب ماها خودمون باید رعایت کنیم توی این وضعیت بد اقتصادی که کرونا یکم کمتر شه، یکم بازار به چرخه، اوضاع ما بهتر بشه. واقعا من مردم خواهش میکنم همه دست به دست هم بدیم، همینجوری آمارا پایین بمونه. حالا خدا رو شکر داره خبرهای خوبی میرسه که واکسنه داره میاد. پس از مدت ها به مترو رفتم. شلوغیش مثل روزهای قبل از کرونا بود. ساعت حدود 11 ولی خیلی شلوغه. آقا سلام. سلام. حال شما خوبه؟ خوشحالید. آقا شلوغه حسابی. خب دیگه مردم با چی برن؟ خیابونا همینه. یه قطار، دو قطار، سه تا همیان که ببینم خلوته در حد سن سال من بشه نمیشه. بازم شروع. یعنی منم اگه کارنشم یاد خودمونده بودم که از همه جا بهتره. شهر رو آزاد میکنن، میگم وضعیت زرد، نارنجی، قرمز. خب مردم اکثرا فکر میکنن آمارا اومده پایین، باز رعایت کمتر میکنن. با اینکه تالارا باز شده، استخرها باز شده، خیلی عروسی ها داره برگزار میشه، چرا فقط محدودیت شباست؟ این هم یه سوالیه برای مردم. ولی خب ما وظیفه‌مون رو یه مراعات میکنیم، چی کار کنیم دیگه بیشتر از این؟ مردم درست میگویند. وقتی بیشتر محدودیت‌ها رو برداشتند، چگونه میتوان انتظار داشت که اونها در خانه بمانند؟ همه تقصیرها رو نمیشه گردن مردم انداخت. قسمت اعظم این شرایط برمیگرد به تصمیم گیری که مسئولین دارن، که متاسفانه تصمیماتون همه مقطعیه. آقا اگر رعایت نکنیم چه اتفاقی میفته؟ 100% دچار مشکل میشیم. بالاخره جدای از این خودمون مریض میشیم، ما باید فکر هموطنامون باشیم، فکر خانواده‌مون باشیم. باید مردم احتیاط کنن، فقط ماسک بزنن، فاصله گذاری رعایت کنن. در این میان اتفاق خوبی در مترو افتاده و در دو ایستگاه از مسافران آزمایش کرونا به صورت رایگان گرفته میشه. ایستگاه شوش و ایستگاه علی‌آباد رو انتخاب کردیم. به طور میانگین حدود 100 تا 120 نفر مراجعه کردن. متاسفانه آخرین اطلاعی که من دارم اینه که در ایستگاه شوش حدود 4 نفر در واقع مبتلا تشخیص داده شده، مبتلا قطعی. در ایستگاه علی‌آباد هم در واقع 3 نفر رو شناسایی کردیم. با نگاهی به آمار دیروز و امروز فوتی‌ها و مبتلایان به کرونا، شاهد کاهش تعداد فوتی‌ها هستیم، اما تعداد مبتلایان 11 نفر افزایش یافته که نگران کننده است. همونطور که میبینید آمارا داره یواش یواش بالا میره. وضعیت خوب نیست و باید همچنان مراقب باشیم و تا زمانی که واکسن تزریق نشه و اثراتش رو نبینیم، تنها راه رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتیه. محسن قاسمی‌فر، خبرگزاری صدا و سیما.